دوازده تشنه تالی. ما در جهانی زندگی می کنیم که معمولی بودن ساده است. پیش پا افتادگی زبان متداول این جهان است و به نظر می رسد بیشتر ما خود را قانع کردیم که در سطحی بسیار پایین تر از توانمان زندگی کنیم. اما این مهم است که متوجه باشید از ابتدا وضعیت این گونه نبود. بیشتر ما روزهایی را در زندگی داشتیم که تشنه تعالی بودیم. ما از رقابت و اعتماد به نفسی طبیعی برخوردار بودیم. می دانستیم هر کاری را که تصمیم بگیریم می توانیم به انجام برسانیم و حاضر بودیم که در جمع متمایز باشیم. ما شهامت آن را داشتیم که با تمامی قدرت فریاد بزنیم و مهارت‌هایمان را نشان دهیم. ساده بگویم، ما خودمان را باور داشتیم. اگر می‌خواهیم که امسال را به بهترین سال زندگیمان تبدیل کنیم، باید آرزوی فطری تعالی را پس بگیریم. باید این شهامت را در خودمان بازیابیم که بیرون برویم و از هر روز بیشترین استفاده را بکنیم. باید با دیدی تازه، دیدی که امکانات را در جاهایی می‌بیند که قبلاً نمی‌دید، دیدی که عظمت را می‌بیند و بر خوشنودی دراز مدت، نه لذت کوتاه مدت متمرکز است، به زندگی بنگریم. برای آفرینش زندگی، برای آنچه می‌دانیم، باید این شهامت را داشته باشیم که با دقت به دیگران گوش بدهیم و نیازها و نگرانی‌های آنها را بشنویم. باید این فرصت را به خود بدهیم که به تقاضاهای روحمان گوش کنیم و به ایجاد تغییرات و پذیرفتن خطر ایمان داشته باشیم. باید قلبمان را که پیش از این بسته بود بگشاییم و برای آنانی که نیازمند عشق ما هستند بخشایش و مهربانی داشته باشیم. تعالی از ما می خواهد این شهامت را بیابیم که شیوه زندگی کنونی خود را کنار بگذاریم و در پی آنچه به کلی ناشناخته است برویم. برای برخورداری از یک زندگی عالی باید خطر کنید. باید به سرزمین‌های نو گام بگذارید و از کوه‌های ناشناخته بالا بروید. اگر قصد انجام کاری را دارید که در حد عظمت خودتان است، ترس خواهید داشت. اگر احساس امنیت کامل می‌کنید، احتمالاً هدفی را برای خود تعیین کردید که کمتر از توان شماست. برای آنکه نشانه خاص خودتان را بر جهان بگذارید، باید در جایی بایستید که تا کنون حاضر نبوده اید بایستید و باید شهامت این را داشته باشید که تشنه تعالی باشید. برای ایجاد یک زندگی خارق‌العاده باید در هر لحظه حضور داشته باشید و 100% وجودتان را بدهید. باید هر روز متحد شوید، بهترینی که می توانید باشید و تشنه آن باشید که کارهای روزانه خود را به آگاهانه ترین شکل ممکن انجام دهید. بهترین سال زندگی از شما می خواهد هر بار که قصد دارید گامی بردارید، خواه دعا کردن، تصمیم گیری یا وارد کردن چیزی به بدنتان باشد، درنگ کنید و مطمئن شوید که آن گام بالاترین انتخابی است که می توانید داشته باشید. امسال سال تشنگی برای تعالی در تمامی زمینه‌های زندگی شماست. سال آسوده تر بودن اگر زیادی پرمشغله هستید و سال مطمئن شدن از اینکه هر گامی که برمی‌دارید در جهت رسیدن به رویاهایتان است. تشنگی برای تعالی تعهدی است که هر روز که چشمتان را می‌گشایید باید به آن پایبند باشید. این تعهد شما را از کارهای معمولی بیرون می‌کشد
و به شما قدرت می دهد که کارهای خارق‌العاده انجام دهید. این تعهد شما را فرا می خواند تا خود را در زندگی چنان بنمایانید که تا کنون نشان نداده اید، تا بتوانید رویاهایتان را به واقعیت درآورید. شاید فکر کنید این کار خیلی سخت است و دادن 100% وجودتان تلاش و تقلای فراوانی می طلبد. اما به شما قول می دهم که اگر کارهایی کمتر از حدتان انجام می دهید، نقش‌های فرعی به عهده می گیرید، استعدادهایتان را پنهان می کنید یا مواردی را برمی گزینید که شما را تضعیف می کنند، به احتمال زیاد همکنون خسته و فرسوده هستید. این کار عظمت و پایمال کردن توان طبیعی خود کار دشواری است. در واقع برای زندگی در سطحی کمتر از رضایت بخش انرژی بیشتری صرف می کنید تا برای یک زندگی عالی و هیجان انگیز. ممکن است بپرسید چگونه چنین چیزی ممکن است؟ خب بیایید در این باره صحبت کنیم. وقتی درباره کاری که انجام می دهید مشتاق هستید، هنگامی که با کل بدن، ذهن و روحتان به کاری می پردازید، خودتان را از انرژی بالا و مثبتی آکنده می سازید که شما را سرشار می کند نه تهی. هر بار که بر می گزینید بالاترین جنبه وجودتان را متجلی نمایید، احساسهای خوبی در درون خود آزاد می سازید که شما را سرشار و روحیتان را تقویت می کند. هنگامی که روحیه شما بالاست، به طور طبیعی انرژی بیشتری دارید. درباره زمانی که عاشق شدید فکر کنید، آیا در آن دوران خسته و کسل بودید؟ در آن هنگام فقط در صورتی که کار بدنی بسیار سختی انجام می دادید احساس خستگی می کردید، وگرنه می توانستید تا طلوع خورشید قدم بزنید، در حمام آواز بخوانید و به هر کسی که مشغول انجام هر کاری بود لبخند بزنید. برای حفظ این انرژی به هیچ گونه تلاشی نیازی نیست، زیرا این وضعیت حالتی طبیعی و بی‌نیاز از تلاش است. هنگامی که پر انرژی و به زندگیتان مشتاق هستید، جهان و هرچه در آن وجود دارد عالی است. در این حالت شما امکانات و راه‌حل‌ها را می‌بینید، در جریان قرار دارید، مشتاق با احساس و عاشق هستید و با خودتان در صلح به سر می‌برید. وقتی مواردی را انتخاب می‌کنید که نیت شما مبنی بر بهره‌مندی از بهترین سال زندگیتان را نشان می‌دهد، روند درونیتان به طور کامل دگرگون می‌شود و به منابعی دست می‌یابید که پیشتر در دسترس شما نبودند. هنگامی که با تمامی وجود زندگی می‌کنید، به طور طبیعی احساس را دارید که مشتاق زندگیتان هستید. از سوی دیگر زمانی که در زندگیتان نقشی کوچک را بر عهده می‌گیرید، دچار احساس خستگی و کسالت می‌شوید. هنگامی که از دیدگاهی محدود به زندگیتان می نگرید، نمی توانید تمامی امکانات موجود برای خود را ببینید. در انگلیسی ضرب المثلی است که می گوید باید بهترین قدمت را پیش بگذاری. این گفته به این دلیل این همه سال باقی مانده است که حقیقت دارد. اگر بهترین قدمتان را پیش بگذارید، پاداش خواهید گرفت. اگر سهم خود را انجام دهید، اگر یک قدم در جهت ابراز تمامی عظمت نهفته وجودتان بردارید، هستی 100 قدم به سوی شما بر می دارد. اما شما باید حاضر باشید که نخستین گام را بردارید. من سالی چند بار کارگاه روند سایه را برگزار می کنم و در دومین شب آن یک تمرین بسیار قدرتمند رهاسازی خشم انجام می دهیم. ما همه صندلی ها را از اتاق بیرون می بریم
سپس یکایک شرکت کنندگان جایی برای ایستادن پیدا می کنند و چشمبندی بر چشم می گذارند تا فقط بر خودشان متمرکز باشند. چراغ‌های اتاق را کم نور می کنیم و صدای موسیقی را بالا می بریم. با چند تنفس عمیق شروع می کنیم. سپس موسیقی را تغییر می دهیم و آهنگ مهیج‌تری پخش می کنیم. آنگاه به همه این فرصت داده می شود تا جیغ بکشند، فریاد بزنند و مشت‌هایشان را تکان دهند. این تمرین کمک می کند تا انرژی سرکوب شده ای را که مانع دستیابی ما به همه قدرت، ابراز وجود و عظمت ما رها سازیم. معمولاً در طی این تمرین تعداد حاضرین به بیشتر از 100 نفر می رسد و من همیشه از گوناگونی واکنش های اشخاص به این روند شگفت زده می شدم. حتی پس از یک ساعت آماده سازی و تشویق از سوی من که آنها با همه وجود به این تمرین بپردازند و اگر نمی توانند ابتدا وانمود کنند تا موفق شوند، باز هم بعضی ها خشک و منجمد نیستند و هیچ کاری انجام نمی دهند. برخی تلاش ناچیزی در جهت یافتن انرژی و شور و شوقشان می کنند و بعضی دیگر هم ظاهراً منتظر هستند کس دیگری این کار را برایشان انجام بدهد و در برابر کمک و حمایت دستیاران من مقاومت نشان می دهند. در این بین افراد شجاع و متمرکزی هم هستند که با این تعهد آمدند تا هر کاری لازم است انجام دهند و خود را از محدودیت هایی که آنها را عقب نگه داشته است رها کنند و با قدرت وجود حقیقیشان رو در رو قرار گیرند. هر کاری نتیجه خودش را دارد. کسانی که با تمامی وجود در این تمرین شرکت می کنند می گویند این روش یکی از قدرتمندترین تجربه های زندگیشان بوده است. اما آنهایی که تلاش اندکی به کار می برند واقعا چیزی دریافت نمی کنند. تا کنون ندیدم که کسی 100% وجودش را در کاری بگذارد و قطعا به همان نتیجهی که در پی آن بوده است نرسد. این نمونه را با شما در میان می گذارم تا بر این واقعیت تأکید کنم که هستی فقط می تواند آنچه را به ما بدهد که خودمان به خودمان می دهیم. اگر حاضر نباشیم تلاش کنیم به طور کامل خودمان را نشان دهیم و تمامی وجودمان را بدهیم، امکان ندارد که جهان پیرامون آنچه را که می خواهیم به ما بدهد. حتی اگر دیگران در جهت منافع ما بکوشند، حتی اگر هستی دست به دست هم دهد تا آن چیزی را به ما بدهد که نمی توانیم به خودمان بدهید، هنگامی که آن چیز حتی در برابر چشمان ماست قادر به تشخیص آن نخواهیم بود. ما مسئول هستیم که عظمت خود را آشکار کنیم. در بعد تولد این موهبت شگفت‌آور به ما داده شده است که از این جهان لذت ببریم. اما بیشتر ما در جوانی و هنگامی که جنگ برای بقا را آغاز کردیم، نشاط را از دست دادیم. اکنون وقت آن است که تشخیص دهیم هر کدام ما تعداد معینی دم و بازدم در اختیار داریم. هر کدام ما فقط لحظات محدودی خواهیم داشت تا تجربه کنیم. ما فقط روزها، ماها و سالهای محدودی زنده هستیم. پس چرا این انتخاب را نداشته باشید که هر لحظه امروز را عالی کنید؟ چرا تعالی در هر کاری که انجام می دهید انتخاب شما نباشد؟ اگر هر روز صبح با تعهد به تعالی و زیستن بهترین زندگیتان از خواب بیدار شدید، در حال و در آینده چه دستاوردهایی خواهید داشت؟ هنگامی که هر روز را در حد اعلی زندگی می کنیم، سپاسگزاری و درک ما از زندگی به حالت فوران در می آید.
منظور من از زندگی کردن در حد اعلی این نیست که همه کارهایی را که در یادداشتتان باید انجام دهید به انجام برسانید. منظورم این است که در هر لحظه نشاط بیابید و برای کارهایی که انجام می دهید شور و شوق داشته باشید. وقتی تشنه تعالی هستیم، هنگام گفتگو با فرزندان، دوستان و عزیزان با تمامی توجه من حضور داریم. زمانی که در فضای آزاد قدم می زنیم، به طور طبیعی آرام می گیریم تا هوای تازه را تنفس کنیم. ما تشخیص می دهیم این تنها فرصتی است که داریم تا امروز را زندگی کنیم و به طور کامل خودمان را ابراز نماییم. این فرصت ما برای عظمت داشتن و عالی بودن است. در این جهان فرصتی برای تمرین نیست. یا می توانیم در صحنه حاضر شویم و بهترین اجرا را در طول زندگیمان اراده دهیم و به بیانی مدال طلا را ببریم، یا می توانیم بیهوده و بیکار در گوشه‌ای بنشینیم و آرزو کنیم نیازمند باشیم و با تعجب بپرسیم چرا من. در پایان روز نتیجه زندگیمان را می بینیم. شما با زندگیتان چه می کنید؟ اقدام کنید، تشنه تعالی باشید. زمانی را به یاد آورید که درباره موردی شور و شوق فراوانی داشتید. بیشترین تلاشتان را می کردید و تشنه تعالی بودید. امروز به چه تعهدی نیاز دارید تا آن درجه از تعالی را در یکایک زمینه های زندگیتان آشکار کنید؟